بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله الذي هو مدبر الامور، الحمد لله الذي خلق النور من النور و انزل النور على الطور في كتاب مستور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبور، الحمد لله الذي بالعز مذكور و بالفخر مشهور و على السراء و الذراء مشكور، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. ای خدای پاک و بی انباز و یار، دستگیر و جرم ما را درگذار، یاد ده ما را سخنهای رقیب، کان به رحم آرد تو را ای خوش رفیق، گر خطا گفتیم اصلاحش بکن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن، کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی، این چنین میناگریها کار توست، این چنین اکسیرها زسرار توست. خدمت همه شما سروران گرامی درود و تحیت دارم و مجدداً حضور در این ماه مبارک رمضان را به همه شما تبریک عرض می کنم. امیدوارم که خداوند به ما استعداد و لیاقت دخول در این حرم امن الهی را عنایت بفرماید و صلاحیت ارتقاء به پله‌های تقرب به حق در این ایام نصیب همه ما بشود. من در این ماه مبارک رمضان در محضر مکتب امام سجاد علیه السلام شما را دعوت می کنم بر سر سفره و خوان گسترده مائده آسمانی صحیفه سجادیه زینت عبادت کنندگان عالم، حضرت امام زین العابدین، و درس هایی که در این روزها تا پایان ماه رمضان داریم، نشستن در محضر صحیفه سجادیه امام سجاد است. همانطوری که دوستان عزیز استحضار دارند، در کنار قرآن کریم دو اثر جاویدان باقی مانده که متاسفانه جامعه ما نسبت به این سه اثر غافل است. اون دو اثری که در کنار قرآن مطرح است و در اون مایه های او در اون مایه های قرآنی است، یکی نهج البلاغه علی ابن ابی طالب است و دوم صحیفه سجادیه امام سجاد است. نهج البلاغه را گفتن اخ القرآن، یعنی برادر قرآن، و صحیفه سجادیه را که یک دوره تعالیمی است در قالب دعا گفتن اخت القرآن، یعنی خواهر قرآن. نهج البلاغه برادر قرآن، صحیفه سجادیه خواهر قرآن. و رمز این مطلب در این است که یعنی اینها از یک خانواده هستند، اینها از یک نحله هستند، کلهم نور واحد، ناریان مر ناریان را طالبند، نوریان مر نوریان را جاذبند، جان شیران و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خدا، الله نور السماوات و الارض، مثل نوره کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه از زجاجت و که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه یکاد زیتها یزیع و لو لم تمسسه نار نور علا نور یهدی الله لنوره من یشا و یضرب الله الامثال. در این آیه نورانی که من قبلا خدمت شما عزیزان مفصل تفسیر اون رو عرض کردم،
حقیقت هدایت انسان در قالب نور الله مطرح می شود. الله نور آسمان و زمین است، یعنی این نور هدایت. و مثل این نور مانند یک چراغدان است که در داخل این چراغدان یک چراغی باشد و اطراف اون چراغ را زجاجه ها و بلورهایی فرا گرفته باشند که نور را منعکس می کنند و این چراغ از روغن درخت زیتونی تغذیه می کند و روشن می شود. چون درخت زیتون تمام عالم را فرا گرفته است، لا شرقیت ولا غربیت، نه شرقی است و نه غربی، به طوری که این روغن زیتون آنچنان مشتعل است که بدون اتصال به آتش ناگهان مشتعل می شود. یکاد و زیتها یوزی و لو لم تمسسه نارون نورون علا نور. این نورون علا نوری که خدا بیان می کند اون مراتب هدایتی است که در این آیه مطرح می شود. بعد در ادامه این آیه وقتی که از این نور هدایت خدا سخن می گوید می فرماید فی بیوتن، در یک خانه های این نور روشن است که خداوند اذن داده است که در اون خانه ها ذکر خداوند تجلی پیدا بکنند. حالا چون اینها از این خانه هستند، یعنی از خانه گلی فاطمه زهرا که همان قرآن مجسم است، و من بارها عرض کردم که اولیای الهی و خصوصا در دیدگاه ما پیامبر و ائمه هم قرآنند، اما قرآن ناطقند، نه اینکه ما یک قرآن داریم، یک اهل بیت داریم، بلکه علی علیه السلام قرآن ناطق است، امام سجاد قرآن ناطق است، و این قرآنی که در دست ماست قرآن صامت است. خب با این مقدمه‌ای که بنده عرض کردم می‌خوایم ورود بکنیم به درس‌هایی، سلسله درس‌هایی از صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام که عرض کردم در اون دوران اختناق بنی امیه بعد از حادثه عاشورا مباحث اخلاقی، سیر و سلوک معنوی و پایه‌های اعتقادی رو امام در قالب دعا بیان می‌کنه. و چون دعا قرآن صاعد است، ما یه قرآن نازل داریم، یعنی قرآنی که از آسمان تجلی پیدا کرده، و یک قرآنی داریم که از زمین به آسمان می‌رود. اون قرآنی که از زمین به آسمان می‌رود اولیاء الله گفتن قرآن صاعد، یعنی قرآنی که صعود می‌کند. اون قرآنی که صعود می‌کند همین دعای دعا کننده است که صعود می‌کند، یعنی دعا بالا می‌رود و امکان نداره که دعا بالا بره و دعا کننده بمونه اینجا تو لجن. حتما اگر دعا بالا برود دایی و دعا کننده هم با دعا بالا می‌رود. دعا قرآن صاعد است و قرآنی که در شب قدر نازل شده است قرآن نازل است. این قرآن صاعد و این قرآن نازل رو وقتی که در نظر می‌گیریم، این قرآن صاعد یعنی دعا پل ارتباطی است بین این عاشق و معشوق. بنابراین اون کسی که دعا می‌کند و با مکتب دعای امام سجاد آشنا می‌شود، از تبتر تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا، اون تقرب به حضرت حق رو همراه با تعالیم عقیدتی و اخلاقی طی می‌کنه. خب با این مقدمه‌ای که بنده عرض کردم که این دعایی که در اینجا مطرح میشه، دعاهایی که در صحیفه سجادی مطرح میشه درس هست، و خوبه که ما در کنار قرآن صحیفه سجادی هم داشته باشیم و سیری هم در این کتاب نورانی و این اثر جاوید نورانی داشته باشه. خب این دعایی که من میخوام اینجا خدمتون امشب و شبهای آینده خدمتون گفتگو کنم، در صحیفه سجادیه معروف است به نام دعای مکارم اخلاق، که حاوی و متضمن بهترین مطالب و پرمغزترین مطالب سلوکی و حرکت معنوی انسانه. این دعایی که تحت عنوان دعای مکارم اخلاق، دعای بیستم صحیفه سجادیه رو با خودمون با شما بررسی کنیم. می‌فرمایند و کان من دعایه علیه السلام، از اینجا من براتون قرائت می‌کنم،
می‌فرماید این از دعاهای اون حضرت است علیه السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال. یعنی موضوع بحث، موضوع سخنی که امام سجاد دارد مکارم اخلاق و مرضی افعال است. وقتی گفته می‌شود مکارم، مکارم جمع از کلمه مکارم مثل مساجد، مثل مفاعل. کلمه مکارم جمع مکرمه است، مکرمت، از همون کلمه کرم و اکرام و کرامت، با اینها هم خانواده است. وقتی گفته می شود مکرمه از همین خانواده است، یعنی با لغت کرامت همراه است. و میگن و میفرمایند که تعرف الاشیاء از ذاتها، هر چیزی به ضدش شناخته میشه. بنابراین وقتی که ما میگیم که کرم و کرامت در برابر ماده کرم و کرامت لعم قرار دارد، لام و همزه و میم لعم قرار دارد، و لعامت، لعم و لعامت به معنای پستی، به معنای خاری، به معنای مذلت، و مکرمت و کرامت به معنای بلند مرتبه بودن، علو انسان، پرواز انسان، کرامت انسان، اون فضائل، یعنی اون اموری که باعث میشه روح بتونه پرواز کنه و روح یک حالت استیلا و غلبه پیدا کنه. توجه بفرمایید، دیشب عرض کردم که دائر مدار تقوا کرامته. قرآن میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی آدم در اثر تقوا و پاکی به کرامت میرسه. چرا؟ برای اینکه اگر من تحت تأثیر برائزم و قوای وجودی منفیم، من مغلوب بشم و شکسته بشم، اگر من در برابر اون ذهنیت هم شکسته بشم، در برابر شهوت هم شکسته بشم، من اینجا به لعامت رسیدم، یعنی به پستی و خاری و ذلت که خداوند میفرماید اولئک کالانعام بعدهم اضل. اما اگر این عقل غلبه کند بر قوای نفسانی من، عقل من و نیروی مجرد من اوج میگیره، برمیگرده به اون اصلش. چون انسان همطوری که قبلا عرض کردم باید خودش رو بشناسه. وقتی من میخوام خودم رو بشناسم، شناخت خودم یعنی شناخت باطنم، و باطن انسان همونیست که خدا میفرماید و نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم در او دمیدم. یعنی نه اینی که روح خدا تیکه شده در انسان، و نفخت و فیه من روحی یعنی یه حقیقتی در وجود این انسانه. این من روحی مثل این نیستش که شما چند تا دلار، مثلا یه مقدار دلار تو جیبتونه، میگید از این دلارها یه مقدارشو احسان کردم، چون روح خدا که تجزیه نمیشه، بلکه روح خدا مجرده و هرگز قابل تجزیه نیست. پس خداوند که میفرماید و نفخت و فیه من روحی، یعنی باطن این انسان از جنس منه. پس این اگر بخواد جنس خودش رو بشناسه، باید منو بشناسه. و همین دلیل میگویم من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی که خودش رو بشناسه در حقیقت او رو شناخته، چون خودش از جنس اونه. حالا این از جنس او اگه من بخوام بشم، اینجاست که اون قصه صعود مطرح میشه و من باید پرواز کنم. وقتی من پرواز میکنم، غلبه پیدا میکنم، به اون کرامت و به اون مکرمت میرسم. پس بنابراین میتونیم خلاصه بکنیم که این دعایی که میخوایم امشب بخونیم، فرازهایی از این دعا رو که میفرماید فی مکارم الاخلاق، یعنی در اون بلندی ها و بهترین ارزش های اخلاقی و پسندیده ترین افعال. مرضی اسم مفعول رضیه یرضیوس، راضی شد، راضی میشود اسم فاعلش، مرضی اسم مفعوله، یعنی بر وزن مرضوی بوده بعد شده مرضی، که مرضیون، مرضیانه، مرضیون هم مرضیتون، مرضیت هم مرضیاتون، صرفش اینطوری میشه. مرضیه یعنی موجودی که ازش رضایت هست، نه خودش راضیه. یا اگر تحن نفس المطمئنه ارجعی الى رب بکن راضیتن مرضیه، ربی که هم راضیه هم مرضیه. مرضی یعنی شما ازش خوشنودی. اگه شما از این لب سخنرانی لذت ببرید، این سخنرانی میشه مرضی. بنابراین مرضی افعال یعنی این دعایی که امام سجاد داره دعا میکنه و داره به ما یاد میده چگونه دعا کنیم و از خدا چی طلب بکنیم، در مورد چی به ما تعلیمات میده، در مورد مکارم اخلاق
یعنی در مورد بلندی های اخلاق و در مورد اعمال و رفتاری که پسندیده وجدان و روح و حضرت حقه. کلمه اخلاق هم قبلا خدمت خانم ها آقایون عرض کردم، کلمه اخلاق جمع خلقه. ما یک سلسله صفات ثابت لایتغیر در جسممون داریم، مثل مثلا رنگ چشم شما. حالا البته الان میرم رنگ چشمتون نمیدونم لنز بذارم یا یه کارایی میکنم عوض میکنم، اما رنگ چشم شما جزء صفات ظاهری ثابت شما. یا مثلا طول قد شما، دیگه طول قد شما دیگه اینقدر قد کشیدی، بنده الان 1.80 متر قدم است ماشاءالله، این 1.80 متر دیگه بیشتر نمیشه، کمتر هم نمیشه، حالا ممکنه کمتر ولی بیشتر دیگه نمیشه. بنابراین این طول قد من جزء صفات و خصوصیات ظاهری منه، وقتی مربوط میشه به ظاهر من اسمشو میذارن خلقه. اما اون صفاتی که در وجود من رسوخ کرده و یک ثبات و استواری داره اما جزء احساسات و عواطف و هیجانات منه، اون احساسات و عواطف و هیجاناتی که در من ثابته اونا رو میگن خلق من. خلق مربوط میشود به صفات ثابت باطنی نه ظاهری، و این باید به صورت ملکه باشه تا بشه خلق در من. مثلا ملکه که ما میگیم، یعنی اگه یه چیزی در شما خلق شده بدون تأمل شما اون رو عمل بکنی، بدون تأمل، یعنی برای شما خلق شده که تا میخوای غذا بخوری باید دستاتو شستو شروع کنی. اینطور نیست که فکر بکنید برم دستامو بشورم یا نرم، بدون مقدمه از پشت میز بلند میشم یا آقا ببخشید من میخوام دستامو شستو شروع کنم، چون من همیشه با دستامو میشونم غذا میخورم. به مجرد اینکه غذا رو خوردی میری مسواک میزنی، مسواک زدن برای شما خلق شده، دست رو شستو شروع دادن براتون خلق شده. به مجرد اینکه یه نفر رو ببینی که احتیاج داره بلافاصله بهش کمک میکنی، اصلا بدون اینکه فکر بکنی کمک میکنی. این احسان تو و کمک در تو خلقاً یک آدم محسنی هستی، یعنی احسان کننده هستی. اما یک کسی هستش که ممکنه تحت تاثیر سخنرانی من بلند شه یه مرتبه بگه آقا من همین الان میخوام $100,000 کمک کنم به این افراد محروم، یه چک بکشه اینجا $100,000 هم کمک بکنه، همه هم میگن عجب آدم بخشنده ای بود، ولی از در اینجا که میری بیرون سر خیابون پشیمون میشه، میگه عجب کاری کردم و چرا $100,000 من دادم. این آدم بخشنده نیست، درسته بخشیده همه ثروتش هم ببخشه، این آدم بخشنده نیست. اما یه نفر اصلا پول نداره، اصلا نون نداره، اما تو ذاتش اینطوریه، میگه ای کاش داشتم و میبخشم، اگه داشتم میبخشیدم، این آدم بخشنده است، این آدم محسنه. محسن اونی نیستش که هی ببخشه، محسن اون کسیست که احسان برای او به صورت یک اصل راسخ تغییر ناپذیر دگرگون در وجودش رسوخ کرده باشه. اینا رو میگن اخلاق، مکارم اخلاق. و به مجرد این که ما میگیم دعای مکارم اخلاق، شما یاد این کلمه میفتید که پیغمبر اکرم فرمون انما، یعنی این است و جز این نیست، و استو من مبعوث شدم لأتم من مکارم اخلاق، برای اینکه این اخلاق شما رو من تکمیل بکنم. هدف بعثت پیغمبر این بوده که یه جامعه اخلاقی به وجود بیاره، نه یه جامعه فقهی. فرق است بین جامعه فقهی و جامعه اخلاقی. در جامعه فقهی قانون حاکمه، اما در جامعه اخلاقی ضابطه درونی ایمانی و وجدانی حاکم است. یه جامعه ممکنه جامعه فقهی باشه، مثلا اگه توی یه جامعه همه دخترا و پسرایی که امشب عروسیشون هست، مثلا 18000 نفر دختر و پسر امشب عروسیشونه، 18000 نفر عروسی میکنن مبارک است، اینا یه هفته بعد همه 18000 نفر برن طلاق بدن، همه مردا برن طلاق بدن، همه زنا طلاق بگیرن، این جامعه فقهیه چون بر اساس فقه عمل کرده. جامعه که درش طلاق زیاده این جامعه فقهیه چون بر اساس فقه داره عمل میکنه. اما این جامعه جامعه اخلاقی نیست. حالا من در مورد جامعه اخلاقی اینا نمیخوام صحبت کنم، آموزه های امام سجاد رو میخوام خدمتتون توضیح بدم. خب اللهم دعا شروع میشه، حضرت امام سجاد داره به ما آموزش میده چگونه دعا کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شما نگاه کنید این صحیفه سجادیه در هر جایی که دعایی شما میبینید صلوات بر پیغمبر و آل پیامبر مشاهده میشه. در همین دعایی که دارم خدمتتون شرح میکنم 20 تا صلواتیشون فرستادن، یعنی 20 جای این دعا تا خواستن دعا کنن صلوات فرستادن. و نه تنها در صحیفه سجادیه، در اکثر دعاهایی که
از ائمه اطهار به ما رسیده، اول دعا صلوات بر پیامبر است، وسط دعا صلوات بر پیامبر است، آخر دعا هم صلوات بر پیامبر است. آخه این چه کاریه؟ ما میخوایم دعا کنیم اول بعد صلوات بفرستیم. اصلا صلوات بر کیه؟ چرا همه میگن صلوات بفرستید و همه صلوات میفرستن و ما اصلا این صلوات چه خاصیتی در زندگی ما داره؟ ما صلوات بفرستیم بر پیامبر و آل او. این دعا با صلوات بر پیامبر آغاز میشه. خوب توجه داشته باشید. عرض میکنم خدمتتون که علت این مسئله اینه و خود پیغمبر اکرم میفرماید هر موقع میخواهید دعا بکنید، اول از همه وقتی میخواهید دعا بکنید نام منو بیار، منو یاد کن. و وقتی که وسط دعا رسیدی منو یاد کن، وقتی به آخر دعا هم که رسیدی منو یاد کن، یعنی صلوات بر من بفرست. خب این همه تاکید برای چیه؟ چهار تا مطلب رو من اینجا تو ذهنم هست، اون اندازه که خوب به من ذهن من اجازه بده براتون یه توضیح مختصر بده. اولا دعا وقتی که انسان میخواد بکنه، وارد صحنه دعا میخواد بشه، دعا کردن نه دعا خوندن. ما دعا میخونیم، دعا نمیکنیم. اینو بنده بارها عرض کردم، شما دعای کمیل رو میخونید اما دعا نمیکنید. دعایی هم که داری میخونید هی ورق میزنه چه تموم میشه. این تو صحنه دعا اومدی، اگه ورق زدی، اینو بنده صدومین باره دارم ده. اگه ورق زدی همونجا دعا رو به من بلند کن. دعا وقتی که شروع میکنی، دعای جوشن کبیر، این نیستش که تمام اون هزار اسمو باید صدا بزنی. شما در شب قبل اگر یک بنده از اون دعاهایی که مثلا شما میگی که یا رب البیت الحرام، یا رب البلد الحرام، بعد آخرش اون ذکر رو میگی که الغاث الغث خلصنا من النار یا رب، همینو اگر انسان با حضور بگه میارزه به این که هر سه شب اما هزار تا رو بگه با حضور نگه. این دعا کردن وقتی که آدم میخواد توی صحنه دعا بره، قبلش باید آمادگی داشته باشه، قلبش بخواد متصل بشه. از این جهت در همه دعاها اول اسماء الله خدا ذکر میشه. این اسماء الله باعث میشه که این قلب قوت بگیره. قوت القلوب به قول عرفا، قوت القلوب یعنی قلب قضا میخواد. این قضای قلب ذکر خداوند است، ذکر اسماء الله است. با اسماء خدا انسان باید مواجه بشه. بنده در مورد اسماء قبلا صحبت کردم. اسماء جمع اسم، اسم یعنی نشانه. ببین اسم بنده مجتبی است. تا میگم مجتبی کوپاید همه شما یاد من میافتید. اسم شما فاطمه است، تا میگم فاطمه همه یاد فاطمه میافتن. اسم اون فریده است، تا میگم فریده همه یاد فریده میافتن. اسم علامت اون مسما هستش، یعنی صندلی این علامت اون مسما هستش. خب تمام عالم، تمام موجودات این عالم اسم خدا هست. الان شما اسم الله هستید، همین شماها که اینجا نشستید همتون اسم الله هست. چون اسم یعنی چی؟ یعنی نشانه‌ای که یاد اون میفتید. بنابراین چون تمام عالم ما رو یاد او میندازه و آیت الله هستن، تمام موجودات عالم آیت الله هستن. شما همتون که اینجا نشستید آیت الله هستید، بنده هم آیت الله هستم. تمام موجودات از گنجشک‌ها گرفته تا آسمان، تا زمین، تا دریا، همه این موجودات آیت خدا هستن. خدا خودش در قرآن میگه اینا آیت الله هستن. متأ بعضیاشون عظمان، بعضیاشون صغران. آیت الله العظما داریم، یعنی آیت الله العظما یعنی آیت اللهی که آیتی که تمام خدا در اون متجلی میشه، که اون آیت الله العظما فقط حضرت علی است. ما یا آیت الله یا آیت الله العظما داریم، اونم حضرت علی. و اینقدر اسم آیت الله رو خراب کردن که ما میبینیم که یه شخصیتی مثل حضرت آیت الله سیستانی دستور میدن که اصلا از رو سایتشون آیت الله رو بردارن، بنویسن این سایت مال علی سیستانی. دیگه آیت الله سیستانی، آقای علی سیستانی، دیگه آیت الله به من نگید. این آیت الله که گفته میشه یه مقام بلند آیت الله گفته، ولی به لحاظ تکوینی تمام موجودات اینها اسم خدا هستن، اسم الله هستن. شما اسم اللهید، من اسم الله هستم، این دستای من اسم خداست، زبان من اسم خداست، چشم من اسم خداست، همه اینها اسم الله هست. و شما هر کاری رو که میخواید شروع کنید با اسم خدا شروع میکنید. غیر از این هست، بعد اینکه میخوام سخنرانی کنم، تا میام اینجا سخنرانی کنم با زبانم سخن میگم، زبان اسم الله. شما با زبان سخنرانی میکنید، با دستات این برقه ها رو برمیدارید، با چشمات نگاه میکنید، با مغزت میفهمی مغز من اسم اللهه، تمام عالم اسم الله. حتی دزد که میخواد دزدی کنه با اسم خدا دزدی میکنه، چون با دستش که کلیدو میچرخونه همون دست دزدم اسم اللهه، یعنی اثر خداوند است. بنابراین تمام عالم اسم الله.
و هر موجودی چه خدا رو قبول داشته باشه چه قبول نداشته باشه با اسم خدا داره کار میکنه. منتها پیامبران میان به ما میگن حالا که به لحاظ تکوینی دارید با اسم الله شروع میکنید، به لحاظ تشریعی هم بر زبانتون جاری کنید، بر قلبتون هم بگذره که یک اللهی هست که همه این اسما به اون متکی هم با اسم او داری شروع کنید. خب حالا اسم الله که ما میگیم خود پیامبر اسم الله کامله و شما ذکر پیامبر که میشه و نام پیامبر که در اول دعا برده میشه، شما دارید یاد یک موجودی میافتید که اون موجود آینه تمام نمای حق است و یاد او باعث بشه قلب من زنگارها از قلب من زدوده بشه تا من بتونم متصل بشم. این رو در دعاهای ما تأکید کردم. پس علت این که اول دعا باید صلوات بفرستی این که این قلب آماده بشه مواجهه با اون اسم الله کامل. خب معنای دوم، یعنی مطلب دومی که باز در روایات گفته میشه اون این استش که خداوند میفرماید ما تمام عالم را برای انسان خلق کرده اما انسان رو من برای خودم خلق کردم. ای انسان من تو را برای خودم خلق کردم. وقتی خداوند خلق کرده است در هستی و آفرینش یک غایتی وجود داره. باغبان وقتی که زمین رو میگیره شخم میزنه بذر رو میپاشه از تمام تلاشاش نتیجه رو میخواد برسه، اون نتیجه میوه ایست که این باغبان به فکر اون میبست. روز اول که باغبان تو خونه نشسته بوده به یاد گلابی میفته، میگه من میخوام به گلابی برسم، تمام این کارهایی که میکنه میخوام به گلابی برسم. اون گلابی انسان کامله، اون گلابی همون موجودی است که حق را نشون میده. بنابراین خداوند به پیامبر اکرم میفرماید لولا کن لما خلقت الارض، اگه تو نبودی من افلاک رو خلق نمی‌کردم. تو یعنی نه اون محمد ابن عبدالله، بلکه اون محمد ابن عبدالله هم جلوه‌ای از اون انسان کامل است. بنابراین اون انسان کامل غایت خلقت است و در دعا وقتی من میخوام ارتقا پیدا کنم به یاد انسان کامل، یعنی به یاد اون که میگه از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، اون صورت ایمان رو من مجسم میکنم بتونم ارتقا پیدا کنم تو دعا. بنابراین یاد پیامبر و امام یاد اون انسان کامله. این هم دلیل دوم که چرا باید ما صلوات بفرستیم اول بر پیامبر اکرم. اما مطلب سومی که گفتن و باید ما به اون توجه بکنیم اون این است که چرا ما باید اول دعا و آخر دعا صلوات بفرستیم. بر اینی که خوب توجه بفرمایید، وقتی که شما صلوات بفرستید خود صلوات یک دعاست، خود صلوات یک دعاست دیگه، یعنی شما میگه اللهم خدای من توجه کن من اینو میخوام ازت، صل علی محمد و آل محمد، سلام و صلوات و رحمت و برکاتت رو بریز بر پیامبر و آل پیامبر. دعای شما اینه دیگه، وقتی شما صلوات میفرستید دارید دعا میکنید. خب این دعا، این دعا، همین دعا صلوات دعاست دیگه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا حتما این دعا را میپذیره و خداوند حتما این دعا رو مستجاب میکنه، چون خود خدا در قرآن گفته است ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، پیامبر و خدا و ملائکه بر پیامبر رحمتشون رو میریزند. چون صلوات از جانب خدا که معناش این نیستش که خب خدا صلوات میفرستد بر پیامبر، یعنی خدا تسبیح صد دونه دستش میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، نه، خدا صلوات حقیقی رو انجام میده. آخه ما یه صلواتی بر زبان داریم، یه صلوات حقیقی. صلوات حقیقی ریزش رحمت است، رحمت را می‌ریزد. صلوات مجازی که ما می‌کنیم یعنی رحمت را طلب می‌کنیم، خود خدا این دعا رو مستجاب می‌کنه. غیر از اینه برای که میگیم مگه خودت نگفتی صلوات بفرستی؟ خب ما هم صلوات فرستادیم، خدا این دعا رو مستجاب می‌کنه. خب آخر دعا هم که شما صلوات می‌فرستید خداوند دعای در آخر رو هم مستجاب می‌کنه. اینجا در روایت است که امام می‌فرماید که شأن خداوند اجل از این است که اول دعا رو مستجاب بکنه، آخر دعا رو هم مستجاب بکنه، اما وسط دعا رو مستجاب نکنه. شأن خدا این نیست. وقتی شما دعای اول کردی خدا رو قبوله، آخر هم دعا کردی خدا قبول کرد، اما وسط رو چیزی خاصی از خدا، شأن خدا نیستش که وسط رو رها کنه اول و آخر رو مستجاب بکنه. این در روایت آمده است. نگاه کنید در ادامه همین انشاءالله علی آقا نشون میدن عرض میکنم. اولا این روایت رو نگاه کنید، من کانت لهو الالله حاجتن، کسی که حاجتی به سوی خدا دارد، فلیبدع بالصلاة علی محمد
و عالی. آوردید اینو حدیث رو؟ پس باید اول صلوات بفرستن بر پیامبر و آل اوست، ثم یسأل حاجته، سپس سوال خودشو از خدا بخواد، ثم یختم، آخرش هم ختم میکنه به صلوات علی محمد و آله. چرا؟ امام صادق میفرماید فإن الله عز و جل، برای اینکه خدای عز و جل اکرم من ان یقبل الطرفین، خدا کرمش بالاتر از اینه که دو طرف رو قبول کنه و یدع الوسط، وسط رو رها کنه. اذا کانت الصلات علی محمد و آل محمد لا تحجبه هست، وقتی شما صلوات میفرستید خدا توجه به این دعای شما میکنه. بنابراین طبق این روایتی که بنده خدمتون عرض کردم و آموزه های دیگه که وجود داره و این آیه که براتون آوردم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، خداوند این دعا را میپذیرد. خب اینم مطلب چندم شد؟ مطلب دوم. سوم یا دوم؟ دوم. مطلب سوم این که وقتی که شما نام پیامبر، یعنی حالا نام پیامبر رو، اصلا نام مسیح رو بیار، نام حضرت موسی رو بیار، نام یه انسان کامل رو بگو خدا یا بر این درود بفرست، وقتی اسم اونا میاد دعای شما تصحیح میشه. یعنی اینطوری نیستش که من بگم اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعدش بگم خدا یه توفیقی بده امشب من بتونم یه بانگ خالی بکنم، مثلا دعا میباشه، یه دعای بدی بکنم، یه طلب شرطی بکنم، چون نام اونها اومده. وقتی که اونها میان، نام اونها میان، تصحیح در هدف و تصحیح در دعا میشه. میگم من با نام حضرت زهرا شروع کردم، حالا کی میخوام از خدا بگیرم؟ اون چرا که من میخوام، اینجا من باید این رو تصحیحش بکنم. توجه داشته باشید. و مطلب آخر اینه که خداوند وقتی که میگه بیاید دعا کنید، یعنی شما رو میخواد وارد یک خانه رحمت خودش بکنه. خداوند وقتی به ما میگه بیایید ادعونی استجب لکن، مرا بخوانید جوابتون رو میدم، خدا میخواد ما رو وارد خانه رحمتش بکنه. خب خداوند در قرآن میگه فتکلو بیوتا من ابوابها، از پنجره وارد نشید، از در خانه وارد بشید. خب خانه رحمت خداوند اون دربی که باید دادن از اون در وارد بشه، مگر نه این است که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را نفرستادیم مگر اینکه رحمت برای عالمین باشی، رحمت برای عالمین باشی. خب وقتی که پیامبر رحمت للعالمین است و وجود پیامبر مظهر رحمت است و مجرای رحمت است، بنابراین باید انسان از این مجرا وارد بشه. و به همین دلیل در اینجا ما میبینیم که میفرماید که در این دعا ابتدای دعا و انتهای هر دعایی باید مزین بشود به صلوات بر پیامبر و آل پیامبر. پس بنابراین از اینجا این دعا شروع میشه و اکثر دعاهای ائمه ما همین با این صلوات آغاز میشه. حالا من یه نکته ای را به شما بگم. ببینید وقتی که من میگم اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی خدایا درود بفرست، یعنی درود بفرست، یعنی درود بفرست یعنی چی؟ یعنی سلام ما رو به پیغمبر برسون؟ نه، معناش این نیست. یعنی یه دعا، دعاست دیگه. این در اینجا امر میکنیم به خدا، صله فعل امره، اما امر از پایین به بالا دعا میشه، التماس میشه، التماس میکنیم خدایا رحمت خودت رو ریزش کن بر پیامبر. از طرف ما چی؟ ما یه تسبیح دستم گرفتیم که صلوات. این صلوات دو وجهی داره. یک وجهش همین صلواتی است که در شریعت گفته میشه، بر زبان من جاری میشه، انشاءالله بر قلب من هم بتونه اثر بگذاره. اما یک معنای صلوات، صلوات وجودیه، صلوات عرفانیه که انسان به لحاظ وجودی درود بدهد و رحمت بدهد به وجود پیغمبر. یعنی من وقتی تو بازار راه میرم میگن این کسی است که پیرو آیین اسلامه، این نامش مسلمونه. وقتی من خشونت میبرم، وقتی تمام وجود منو خشم و کینه گرفته، این چه درودیه بر پیامبر؟ من در اینجا دارم چه میکنم؟ همون جمله که امام صادق فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، شما زینت باشید برای ما اما شین نباشید. شین یعنی چی؟ یعنی شما نهی نباشید برای ما. یعنی یه خانومی داره راه میره، میگن این مثلا پیرو به حضرت زهراست، ولی آبروی حضرت زهرا رو داره میبره. این کیه؟ این کسیست که پیرو به حضرت علیه ولی آبروی برای حضرت علی نگذاشته. این چه درودی داره بر اون میفرسته؟ صلوات حقیقی این است که
تمام وجود من طوری باشه که امام میگه هر کس که ببینه بگه رحمت بر این اسلام، رحمت بر این دین، رحمت بر پیامبر که آیین رو تونسته یه چنین آدمایی رو تربیت بکنه. توجه بفرمایید، این معنا رو هم ما باید مورد توجه داشته باشیم. خب حالا اون تعالیمی که حضرت امام سجاد داره، اللهم صل علی محمد و آل محمد، حالا دعا میکنه. دعای او چیه؟ خواسته هر فردی نشان دهنده شأن مونه، نشان دهنده مرتبه مونه. در هر مرتبه ای هستم من، خواسته من در اونجا معنا پیدا کنه. یکی خونه میخواد، یکی عروس میخواد، یکی داماد میخواد، یکی شوهر میخواد، یکی سلامتی میخواد، یکی پول زیاد میخواد، همه اینا. اما این امام به ما میگه اینو از خدا من میخوام. خدایا صلوات بفرست، اما این چهار تا خصوصیت را خواسته رو در اینجا ذکر کرده. شما اینا رو در قنوتتون هم میتونید بگید، اصلا اینا رو بنویسید تو قنوتاتون بگید. اگه میخواید نمازتون از حالت عادی و خسته کننده خارج بشه، مخصوصا تو قنوتاتون دعاهاتون رو عوض بکنید. یعنی شما دعا رو بنویسید تو دستتون بگیرید تو قنوت بخونید، بعد یواش یواش دیگه حفظتون میشه، بعد دیگه دعاها رو پشت سر هم دعاهای مرتب رو شما در قنوتتون بخونید، نمازتون عوض میشه. اینطوری نیستش که 30 سال تو نماز میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. این خیلی دعای خوبیه، اما وقتی تکرار میشه، وقتی یه چیزی تکرار شد اثرش از دست میده، باید عوض بشه. حالا نگاه کنید، و بله به ایمانی اکمل ایمان. خدایا من خواستم از تو این است که به من یه بلوغی بدی، بله یعنی من به اون بلوغ ایمانی برسم. انسان به بلوغ ایمانی برسه، این خیلی مهمه. و بلغ به ایمانی اکمل ایمان، منو برسون به اون ایمان منو، این به ایمان این باش پای زائد است. توجه بکنید در قرآن و در روایات ما کلمات زائد یعنی هیچ دخالتی نداره، یعنی و بلغ به ایمانی هست و بلغ ایمانی. خب زائد پس اگه زائد زیادیه، نه یعنی زیاد کننده معناست، یعنی برای تأکیده. یه کلمه زیادیه یعنی برای تأکیده. مثلا شما اینجا میگید که آقا من با گوشم شنیدم که این خانمی حرف بزن، نمیگید شما اینو ها، من با گوشم، من با گوشم شنیدم این خانمی حرف بزن، من شنیدم که این خانمی حرف بزن، چه فرقی میکنه؟ ها من با گوشم دیگه گوشم زائده، اما زائده زیاد کننده معناست، یعنی حتما بدونید که خودم شنیدم. مستقیما تأکید میکنم که بله من شنیدم، با گوشام شنیدم، با چشمای خودم دیدم. مگه با ابروات میبینید؟ با چشمات دیدید؟ ولی چرا میگی با چشمام دیدم؟ این با چشمام دیدم تأکیده، یعنی تأکید میکنه که این زائده. در اینجا امام سجاد میخواد بگه و بعد در ایمانی باشو بردار، یعنی خدای از تو میخوام که ایمان من این پله پله درجه به درجه بیاد بالا، چون ایمان دارای درجاته، بیاد بالا و بالا به جایی برسد که اکمل بشود ایمان کامل. اینجا دو تا معناست که امام سجاد تو دعا از خدا میخواد، یکی ایمان، یکی هم کمال ایمان. خب حالا ایمان چیه؟ در قرآن گفته میشود یا ایها الذین آمنوا ایمان بیاورید. ایمان، این ایمان یعنی شما باید چیکار بکنید؟ خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، مثلا ارکعوا، رکوع کنید. خب معلومه همه میرن رکوع میکنن، اسجدوا، همه میرن میفتن به سجده. اما خدا میگه ایمان بیارید، یعنی باید چیکار بکنید؟ خدایا ما میخوایم ایمان بیاریم، ایمان یه عمل خودش دیگه، درسته؟ خب من میخوام ایمان بیارم، من چیکار بکنم؟ از فردا ما چیکار کنیم که ایمان بیاریم؟ نماز بخونید. خب من نماز اینه، سرم کمال ایتمونی اصلی پیغمبر میگه نماز بخونم تو که من نماز بخونم، رو به قبله میگم الله اکبر، رکوع و سجود و تشهد و همه اینا. اما خداوند میفهمد ایمان بیاریم. ما ایمان بیاریم یعنی چی؟ یعنی چادر مشکی سرم میکنیم، یا مثلا هر سال بریم حج، هر سال بریم سوریه، هر جمعه خونمون دای ندبه باشه، هر شب جمعه دای کومیت باشه، هر سه شنبه دای توسل باشه، ما به ایمان رسیدیم، ما مؤمنیم. آیا اینه؟ یا اینکه دروغ نگیم، صداقت داشته باشیم، امانت داشته باشیم؟ اصلا مگه از این مقولاته؟ اصلا ایمان چیه؟ ما چگونه باید ایمان بیاریم؟ اینجا اومدم بحث‌های مفصل کردم، من فقط یک توضیح مختصر میدم و ازش رد میشم. ایمان یک معنایی که دارد گفتن از کلمه امن و امان، و آدمی که ایمان میاره تمرین امنیت میکنه. امنیت بزرگترین نعمتی است که حضرت علی میفرماید نعمتان مجهولتان، دو تا نعمت بر شما مجهوله و شما درک نمیکنید، نمیفهمید که دو تا نعمت بزرگ خدا به شما داده، یکی از صحت و یکی سلامتیه و امان. اگر دور از جون شما ان شاءالله امشب خداوند همه بیمارا رو شفا بده، یک شب که شما بری بیمارستان بخوابی، اون موقع این نعمت مجهوله بر شما
چی میشه؟ این نعمت مجهوله بر شما کشف میشه. نعمتان مجهولتان از صحت و زمان. ایمان از همین کلمه امن فلی در قرآن هست که خداوند میفرماید که من اگر اینا ایمان بیارن خوف اونها رو تبدیل به امنیت میکنه. و انسان ایمانی انسانیست که وجودش به امنیت رسیده است، چشمش امنیت داره ولی امنیت. و مؤمن کسیست که باید تمرین امنیت بکنه. دست شما امنیت داره؟ چشم من امنیت داره؟ این ایمان اینه. حالا اما حالا یک تعریف دیگه برای ایمان کردن. ایمان عبارت است از یک عقد قلبی که مربوط می شود به قوه عقل عملی. حالا این قلم به سلم به من نگم، ایمان عقد القلب است نه عقد العقل است. اینجا آیا ایمانی که اینجا امام می فرماید آیا این ایمان از مقوله علم و دانستن است؟ شما یک سلسله ادراکاتی داری که اون ادراکات بانی و متکفل اینه که شما میگی چی هست چی نیست، چی درسته چی غلطه. مثلا میگی سیگار کشیدن غلط است، مربا خوردن درست است، ورزش کردن درست است، فریاد کشیدن غلط است. اینا که شما میگی همینا میفهمی، این فهمه. یعنی من میدونم که این سمت هست، این ایمان نیست. ایمان دانستن نیست، ایمان عقلانیت نیست. خیلی از جاها شما میدونید ولی ایمان اونجا حضوری نداره. و اینجا آمدن بحث کردن که آیا ایمان از مقوله دانستن است و حالا یا از مقوله دیگری است. حالا من براتون عرض میکنم، این رو قبلا هم در یکی از سخنرانی ها بنده عرض کردم. ایمانی که در اینجا خدا میگه ایمان بیارید و امام سجاد میگه خدای منو برسون به اون ایمان کامل، این ایمانی که در اینجا گفته میشه از امور نظری نیست، از وجه عملیه. توجه داشته باشید، ما یک بعد ادراکی داریم، یک بعد تحریکی، یک متولیان ادراک داریم، یک متولیان تحریک داریم. نگاه کنید الان شما همینجا که نشستید، شما در وجود در همین جسمتون یه سلسله قوا داریم که کار ادراک انجام میده. مثلا چشم من کار ادراکی انجام میده، گوش من کار ادراکی انجام میده. من الان چشم من اونجا میبینه که مثلا یه عقرب داره میاد، نه تحریک دارم، من هم دارم مثال میزنم، یه عقرب داره میاد، چشم من اینو میبینه، این ادراکه. اما یه قوایی داره، قوای تحریکی، میبینم عقرب اومد اینجا رسید، من چشم داره میبینه عقربه داره میاد، پای من دیگه ادراک نمیکنه، پای من جزء قوای تحریکی است، باید بلند شده. ما یک سلسله قوایی در این جسممون هست که قوای تحریکی هست، یک سلسله قوای ادراکی هست. حالا آدما به خاطر این قوای ادراکی و تحریکیشون چهار دسته میشن. یه عده هم قوای ادراکی قوی دارن، هم قوای تحریکی قوی دارن، یعنی هم خوب میبینن هم خوبم فرار میکنن. یه عده هستن که اینا قوای ادراکی دارن، یعنی میبینه عقربو ولی پاش چراغه، نمیتونه بلند شه فرار کنه بره، پاش از خود پا نداره اصلا، پاش فلجه، معلول تحریکیه، تحریکش معلوله ولی ادراکش قویه، میبینه میفهمه آقا الان ماره ولی کلاشو فرار کن برو، نمیتونم چون من فلجم. توجه کنید، یه عده هستن که اینا قوای تحریکیشون قویه، خوب عمل میکنن اما کورن، چشماشون کوره، مثل کوری که عصا هم دستشه اما مار کنارشه. توجه فرمایید، میتونه فرار بکنه اما مار رو نمیبینه. توجه فرمایید، دسته ای از اینا، دسته سوم، دسته چهارم کسانی هستن که هم معلول ادراکی هم هم معلول تحریکی هم، هم کور هم و هم فلج هم، از همه جهت معلول هستن. حالا در باطن هم ما اینطوری هستیم، آدم هایی هستن که اینا از نظر ادراک باطن خیلی قوی هم، یعنی خوب میدونم که سیگار چقدر ضرر داره، میدونم اصلا بگید میشینه یک گرد کتاب میزه هزار صفحه در مضرات سیگار. این از نظر قوای ادراکی قویه، اما از نظر قوای تحریکی خودش که میدونه سیگار هم میکشه. توجه فرمودید، قوای تحریکیش ضعیفه، یعنی قوای تحریکی باطنش نمیتونه عمل بکنه، اینجا به لحاظ تحریکی ضعیف هست. اینجاست که این آدما آدمایی هستن که کسایی هستن که میدونن اما عمل نمیتونن بکنن، فقط میدونن عمل نمیتونن بکنن، یعنی به لحاظ ادراکی قوی هستن اما به لحاظ تحریکی ضعیف هستن. و برعکس همینطوری کسایی هستن که به لحاظ تحریکی خیلی اهل عمل هستن ولی به لحاظ ادراکی در وجودشون اینها کور هست. حالا ایمان از کدوم مقوله هست؟ آیا ایمان از مقوله ادراکه، یعنی شما باید خدا رو درک کنی، یا از مقوله تحریکه،
یعنی ایمان از مقوله نظر و تصدیق و درک نیست، ایمان از مقوله اراده است، از مقوله محبت، از مقوله عشق، از مقوله اشتیاق، از مقوله ارادت، محبت. ایمان اونجاییست که قوای تحریکی تو باید بیاد به میدان تا ایمان ایمان بشه. خب حالا با توجه به این مقدمه‌ای که بنده عرض کردم، ایده‌ای هستن که میان میگن ایمان فقط عمل قلبه، یعنی ایمان فقط و فقط مربوط به قلب میشه. حالا شما مؤمنید؟ مؤمن به چی میگن؟ کسی که تو قلبش این عقیده وجود داره که معادی هست، مبدعی هست، قیامتی هست، ارتباط با خدایی هست، رازقی هست، همه اینا رو من اعتقاد دارم، تو قلبم هست، اما حالا عمل بکنم یا نکنم این هیچ ربطی نداره. دیمیان اینطور بحث میکنن. حالا آیه رو نگاه کنید. قالت الاعراب آمنا، عرب ها آمدن به پیغمبر گفتن ما ایمان آوردیم، ما مؤمنیم. خدا میگه قل لم تؤمنوا، شما ایمان نیاوردید، ولکن قولوا اسلمنا، ولکن شما اسلام آوردید. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، شما مسلمونید، فقط گفتید اشهد ان لا اله الا الله، ولی ایمان داخل قلبتون نشده، معلوم میشه مدخل ایمان قلب انسان، یعنی روح انسان، باطن انسان. و این تطیع الله و رسوله، یا این بقیه آیه مربوط به ما نیست، فقط این قسمتی که میفهمد ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان در قلب های شما وارد نشده. بله به یک معنا ما باید بگیم این ایمان از مقوله قلب است، همونطور که بنده اولش عرض کردم عقد القلب، اما شرط این عقد القلب اینه که باید ظهور بیرونی و عملی هم داشته باشه، و اگر ظهور بیرونی و عملی داشت اون ایمان تمام کامل میشه و ثمره میده. دقت بفرمایید، اون ایمان کامل میشه و ثمره میده، چون ما بارها خدمتتون عرض کردیم که ایمان دارای مراتب و درجات است. نگاه کنید به این آیه، انما المؤمنون، مؤمنین چه کسانی هستند؟ الذين اذا ذكر الله، وقتی ذکر خدا میشه وجلت قلوبهم، قلبشون دچار وجل میشه، یه حالی قلبشون پیدا میشه. و اذا تلیت علیهم آیاته، وقتی که آیات خدا بر اونها تلاوت میشه زادتهم ایمانا، ایمانشون اضافه میشه. بارها گفتم اکثر دوستان میدونن تو کلاس های ما بودن، یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله، خداوند میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیارید. یعنی چی؟ یعنی ای کسانی که فقط تو قلبتون عقد دارید بیایید این رو به شکل تحریکی هم در عمل هم اینو نشون بدید. این معناش. خب حالا نگاه کنید، امام صادق یه جمله داره خیلی قشنگه، ان الایمان 10 درجات، ایمان 10 تا پله داره، 10 تا درجه داره. حالا 10 چیزها فرضیه، به منزلت سلم، مانند نردبان، یسعد منه مرقاتن بعد مرقاتن، شما صعود میکنید از این پله میری پله دوم، از پله دوم میری پله سوم. حالا نگاه، شما پله سومی، من پله اولم، شما برمیگردی میگه که تو ایمان نداری یا من فقط ایمان دارم، پله اولی رو مسخره میکنی. اینجا امام صادق میگه ولا یقولن صاحب الاثنین، مبادا اون کسی که رفته به پله دوم بگه به صاحب الواحد، به اون کسی که تو پله اوله، لست علی شیء، تو چیزی نیستی، اصلا ایمان نداری، حتی ینتهی الی العاشر، تا اینکه بره به پله دهم برسه. اگه میخواد به پله دهم برسه هیچ وقت نباید به پایین تر از خودش بگی تو دین نداری. فلا تسقط من هو دونک، مبادا باعث ذلت و خاری کسی بشی که از خودش پایین تره. فیسقط کرم من هو فوقک، اگه این کارو بکنی میشه که بالاتر از تو رو خار میکنه. و اذا رأیت من هو اسفل منک بدرجتین، اگه دیدی یک نفر درجهش از نظر ایمانی از اون پایین تر است، فرفعه الیک برفق، بعد با رفق و مدارا او رو بیاره بالا، یعنی دستش رو بگیره، اونایی که در طبقه بالاتر هستن شفیع طبقات پایین تر بشن. ولا تحملن علیه ما لا یطیق، مبادا با حرفش و گفتارش چیزی رو بر اون تحمیل بکنه، اون رو اذیتش بکنه، بگه من تو درجه پنجمم، تو هم بالا نگاه کن، او از خودم که باید اینطوری لباس بپوشی، نه تو باید اینطوری ذکر بگی، میگه مبادا اینطوری بگی، چرا؟ فتکسره، باعث سرشکستگی اون آدم بشی تو. فإن من کسر مؤمنا، اگر کسی باعث سرشکستگی یک مؤمنی شد، فعلیه جبره، باید اون رو جبران بکنه، جبرو، باید او را جبران بکنه. اینجا امام میفرماید که خدایا به من ایمانی بده، و بلغ به ایمانی اکمل الایمان
وجعل یقینی افضل یقین. خدایا به من یقینی بده در کنار این دنیا، یه یقینی به من بده، من به یه یقینی برسم، به یه شناختی برسم که اون یقین و شناخت افضل یقین باشه. یقین در قرآن هست و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. پرستش کنید، غایت پرستش اینه که شما به یقین برسید. یقین چیه؟ اون اعتقاد جازم، یه اعتقاد جازم که دیگه خلافش رو نمی‌دونید. به اون مرتبه و به اون من راجع به یقین قبلا صحبت کردم. یکی از اساتیده ما می‌فرمودن که شما اگر یه بچه 5 ساله‌ای که مشهور به دروغگویی، گوش کنید. یه بچه 5 ساله‌ای که اینو میشه دروغگوه، این بچه همش دروغ میگه. این بیاد صبح بالا سر شما بگه که مثلا عمه خاله مثلا خانم آقا من الان که رد میشدم اینجا از اینجا تو رخت خواب تو یه چیزی شبیه عقرب دیدم داشت میرم. شما چیکار میکنید؟ شما این بچه 5 ساله بهتون اینو میگه، شما شروع میکنید جا رو گشتن که ببینید واقعا این دیده یا ندید. اینجا استاد میگفتش و اولیای خدا به ما میگن شما به حرف یه بچه 5 ساله وقتی که میگه بهت توجه میکنید برای که کسب یقین بکنید. این همه انبیا و اولیا آمدن و به شما گفتن که زندگی پس از مرگی وجود داره، ابدیتی وجود داره، زندگی تو اون ابدیت رقم میخوره ها، اما تو اصلا در جستجوی اون زندگی نیست. به اون یقین انسان برسه و یقین این اعتقاد، اینو خواجه نصیرالدین طوسی مطرح میکنه که اعتقاد جازم مطابق با واقع، که این اعتقاد جازم مطابق با واقع همونطور که شما میدونید 3 درجه داره. علم الیقین کی بود؟ عین الیقین، حق الیقین و چهارمی مرتبه بعد حق الیقین، اونم حالا عرفا مطرح. این علم الیقین چیه؟ شما از خیابون دارید رد میشید، از بیمارستان صدای یک مریضی، ناله مریضی به گوش شما میرسه، شما علم الیقین پیدا میکنید که یک آدم رنجوری اونجا داره درد میکشه. میری از پله ها بالا، میری دیدن او رو نگاهش میکنی، دردش رو میبینی، قیافش رو میبینی، رنگش رو میبینی، اونجا به عین الیقین میرسی. اما یه روزی خدای نخواسته خودت رنجور میشی و میانن رو همون تخت شما رو بستری میکنن، شما اونجا به چی رسیدی؟ به حق الیقین رسیدی، یعنی به حقیقت یقین رسیدی. اینجا میفرماید اون فاضل‌ترین یقین را به من عنایت بفرما. خدایا به من یقینی بده که فاضل‌ترین و بهترین یقین ها باشد، با فضیلت‌ترین یقین ها باشد. یقینی که اینجا میخواد بگه که چه یقینی؟ یقینی که اون حق و یقین است. خب دو تا دیگه دعا میکنه امام سجاد که به ما یاد میده چه جوری دعا کنیم. از خدا چی بخواید؟ بله از خدا عروس هم بخواید، داماد هم بخواید، اصلا خود خدا گفته بید از من بخواید، من اینا رو منافات نداره ها. اما اون چیزی که مهمه این استش که انسان در دعا ارتقا پیدا بکنه و مطالبات حقیقیشو از خدا بخواد، نه مطالبات مجازی که ازش جدا میشه با مرگ. برای دو تا دیگه رو میگم، دو تا دیگه چون الان فرصت نیست، میخوام بریم به استقبال و بنا به اذان مغرب. و اون این است که میفرماید که منتهی کن نیت من رو به بهترین نیت و عمل من را به بهترین عمل. که در مورد نیت و عمل ان شاء الله اگر خداوند توفیق داد فردا خدمتتون گفتگو میکنم. خدا را قسم میدم به حقیقت این رمضان و صاحبان و اولیاء این رمضان به ما لیاقت و استعداد درک رمضان و روزداری در این ماه رو عنایت بفرمایید.